مراد آروم باش عزیزم. رنینم باشه آخجون. رسیدن به خیر دخترم. از اون لحظه ای که رفتی تا الان چشم به در تو برگردی. خیلی نگرانت شدم. چرا نگرانین؟ من که رسیدم خونه. خوش اومدی دخترم، بفرما. رنی نیومد؟ نه نیومد. این که خیلی بد شد. آخه چرا با خودت نیوردی؟ مراد بس دیگه، الان اصلا حوصله ندارم. راستی میدونی بابا کجا رفته؟ مگه کجا رفته؟ دیدی امروز صبح چقدر ناراحت بود؟ معلومه دیگه، با سمر دعوا شده بود. ولی این دفعه فرق میکرد. بد شدی با هم دعواشون شده. سمر از خونه رفته بیرون. معلومه چی میگی؟ بابا هم رفته مزرعه پیش عمه. میخواد چند روزی اونجا بمونه. یعنی تا این حد؟ دلم واسه بابا میسوزه. اگر رنی میومد حالا بهتر میشده. نهال؟ نهال جان؟ مادمازل چی شده؟ من میرم اتاقم. خب چی شده؟ چرا دیر کردی؟ معذرت میخوام. چیزایی که مراد میگه راسته؟ درسته که سمر خونه رو ول کرده رفته؟ یعنی تا این حد اوضاع به هم ریخته؟ اصلا موضوع این نیست. بابا رفته مزرعه پیش عمه. پس موضوع خیلی جدیه. میشه به منم بگید موضوع چیه؟ خب منم باید بدونم. باور کن منم از هیچی خبر ندارم، ولی پیش میاد. چرا اینقدر موضوع بزرگ میکنی؟ جفتشون خونه رو ول کردن، دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ عزیز دلم، این مسائل بین زن و شوهر پیش میاد. دعواشون میشه، دوباره با هم آشتی میکنن. این طبیعیه، مخصوصا اگه هر دوشون عاشق هم باشن. چطور میتونی تا این حد خونسرد باشی؟ چون میدونم این طوفان دو روز دیگه تموم میشه، مخصوصا که سمر مهربونه و زود کوتاه میاد، برمیگرده خونه. موضوع خیلی بیارزشه. به کی میخوای زنگ بزنی؟ به بابا. این کارو نکن، خواهش میکنم. حداقل بذار یکم آروم شن. اونا احتیاج دارن که تنها باشن. درست نمیگم؟ کاملا درسته. آه